شهر هزار رنگ در آلماتی پایتخت و قطب فرهنگی قزاقستان هستیم. تاریخ این شهر به دوران جاده ابریشم باز می‌گردد. شهری سبز و پویا که هم قلب اقتصادی کشور است و هم منبع الهام برای افراد محلی و غیر محلی. آلماتی شهر باغ‌ها گردشگران زیادی را از سراسر جهان به سوی خود جذب می‌کند. دنیسکین زمانی که از کالیفرنیا برای تحصیل به آلماتی آمده بود، عاشق این شهر شده و در همین جا مانده. او کوچه پس کوچه های شهر را می شناسد و یک تور گردشگری آلماتی با پای پیاده به راه انداخته. این گوهر درخشان تاج آلماتی است که کلیسای معراج نام دارد. ساختمان با چوب کاج تیانشان ساخته شده که درخت بومی این ناحیه است و طراحی و مهندسیش آنقدر عالی بوده که هنوز پس از 111 سال وضعیت بسیار خوبی دارد. من معماری را که مسئول مرمت اینجاست می شناسم. او من گفت که وقتی لایه های بالایی را کنار زدن دیدن که همه چیز زیر این لایه بالایی مثل روز اولش نو است. سالن اپرا و باله آبای یکی از جاهایی است که دنیس را مجذوب خود کرده. این سالن در اوایل دهه 1940 میلادی ساخته شده و اولین بنایی بوده که در آن دستمایه‌های فرهنگ ملی قزاق‌ها به کار رفته است. در وسط نوازنده دومبرا نشسته است که سازی ملی است. در کنار او تصاویر واقع گرایانه از افرادی است که سیب می‌چینند، چون آلماتی شهر سیب است. همه سیب‌های دنیا از اینجا آمدند و درخت‌های سیب وحشی در کوهپایه‌های بیرون شهر می‌رویند. معماری درون نمایشخانه هم داستان خود را دارد. داستان جنگجوی باستانی که گورش در اطراف آلماتی پیدا شده است. جنگجو با لباسی زرباف دفن شده بود و همین دلیل مردم به او مرد زرین میگویند که بعدها تبدیل به نماد کشور شده. تزیینات این سالن از عناصر لباس جنگجوی زرین الهام گرفته. می توانید در این تزیینات یوز پلنگ برفی طلایی را که نماد آلماتی است ببینید، چون زیستگاه این حیوان در کوههای سراسر ترانس ایلی آلاتای است. تفریحگاه اسکی شیمبولاک در فصل گرما به ورزشگاهی طبیعی در هوای آزاد تبدیل می شود. چشمگیرترین تأسیسات این تفریحگاه رینگ اسکیت مدو است که 1691 متر بالاتر از سطح دریا واقع شده. کوها آنقدر به شهر نزدیک هستند که مردم درست بعد از کارشان برای تمرین به اینجا می آیند. باورتان نمی شود، فقط 20 دقیقه طول می کشد که از سر کار به اینجا بیایم. کوههایی که فقط 15 کیلومتر با شهر فاصله دارند می تواند رویای هر فیلمسازی باشد. کاناگات مستفین کارگردان که برخی از صحنه های آخرین فیلمش را در اطراف آلماتی فیلم برداری کرده در این باره می گوید: من در آلماتی به دنیا آمدم و همینجا بزرگ شدم و البته آلماتی شهر محبوب من است و هیچ وقت حاضر نیستم این شهر را با شهر دیگری در دنیا عوض کنم. برای همین هم هست که تمام فیلم های من در آلماتی رخ می دهد. دنیس وقتی به اینجا آمد شروع به یادگیری تلفظ اسم های سخت خیابان ها کرد و بعد متوجه شد که بیشتر خیابان‌ها نام موسیقیدانان معروف قزاقستان را دارد. از همینجا بود که به فکرش رسید که نقشه مجازی و موزیکال خیابان‌های آلماتی را به وجود بیاورد. با این اپلیکیشن وقتی در خیابان قدم میزنید، در نقشه گوگل روی خیابانی که هستید کلیک میکنید. گوگل به شما میگوید مثلا در خیابان کولاش بایسیتوبا هستید. او یکی از معروفترین خوانندگان اپرای قزاقستان است. به او بلبل قزاقستان میگفتند و او به خاطر صدایش معروف بود. مثل صدای آواز بلبل است. دنیس برای زوجی آمریکایی آلمانی گردشی ترتیب داده. آنها با هم به دیدن بازار معروف سبز رفتند. در بین گردشگران دو معمار جوان به جستجوی غذای ذهن آمدند. بنای این بازار که در دهه 1970 میلادی ساخته شده، نمونه کامل ساختارگرایی دوران شوروی سابق است. آن پنج گنبد که به شکل هرم هستند در وهله اول نور طبیعی برای اینجا فراهم می‌کنند. همینطور که می‌بینید اینجا خیلی روشن است و بعد پنجره‌ها را می‌توان به شکلی خاص چرخان تا از هوای داغ بیرون در امان ماند.
دنیس کمی هم از تاریخ برایمان میگوید. در حیات رستوران نماد یکی از پرطرفدارترین غذاهای قزاقستان را مزه کردیم. بشمارماخ که مخلوط گوشت اسب، نوعی پاستای مخصوص و سس پیاز است و قبلا غذای بیابانگردها بوده. بشمارماخ یعنی پنج انگشت و این غذا را باید با دست و پنج انگشتی بخورید. گردش ما به همراه دنیس در شهر آلماتی با کنسرت بداهه‌نوازی دومبرا به پایان رسید.